چهارشنبه ایده از قانونگذاران برجسته دموکرات با هدف اعمال فشار برای به تاخیر انداختن تاریخ سخنرانی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه مشترک کنگره با مقامات اسرائیلی ملاقات کردند. استیو اسرائیل و پنج تن دیگر از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه در کنگره با راندرمر سفیر اسرائیل ملاقات کردند. استیو اسرائیل درباره این ملاقات گفت زمان این سخنرانی و اینکه جان بینر رئیس مجلس با رئیس جمهوری مشورت نکرده ما را از هدف اصلی مذاکرات دور می کند. همزمان نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس با چهار تن از نمایندگان دموکرات جداگانه با یولی دلشتین سخنگوی پارلمان اسرائیل در کنگره ملاقات کردند. یولی ادلشتین پیش از ملاقات با خانم پلوسی با جان بینر ملاقات کرده بود. جان بینر در دفاع از اقدام خود گفت مجلس یک قوه مستقل از دولت و همسان آن است و حق دارد رهبر اسرائیل را برای صحبت با کنگره در مورد تهدید جدی از سوی ایران و از سوی اسلام رادیکال دعوت کند. در میان سفیر اسرائیل در سوئیس و دو دیپلمات دیگر به دلیل انتشار انتقاد یک روزنامه‌نگار اسرائیلی از برنامه سخنرانی نتانیاهو در کنگره در توییتر به اسرائیل فراخوانده شدند. مارک سناتور جمهوری خواه چهارشنبه با صدور ای گفت دولت ایران همزمان با دور زدن تحریم ها ضمن مذاکرات با ادامه ترور ماهیت واقعی خود را بروز می دهد و تهدید خود را به داخل عراق، سوریه و یمن گسترش می دهد. بدتر آنکه امتیازات گزارش شده دولت آمریکا به آیت الله خامنه ای تنها ایران را در آستانه دستیابی به بمب اتمی نگاه می‌دارد. یک توافق بد اتمی ایران را قدرتمندتر کرده و امنیت آمریکا، اسرائیل و متحدان دیگر در منطقه را به مخاطره می‌اندازد. همزمان با این تحولات گروه های لابی طرفدار و مخالف مذاکرات اتمی با ایران برای پیشبرد نظرات خود در مورد سیاست دولت آقای اوباما در رویکرد با مذاکرات اتمی با ایران تلاش می کنند. از جمله این گروه ها جی استریت در وبسایت خود از مردم خواسته است با تماس با سناتورها با تصویب تحریم های جدید علیه تهران مخالفت کنند یکی از لابی های مخالف مذاکرات اتمی با تهران گروه آیپک را باید نام برد این گروه میگوید پس از یک سال مذاکرات تهران تمایلی به رها کردن پیگیری توانایی تولید سلاح اتمی نشان نداده است و تنها تحریم های سخت ایران را به میز مذاکره کشانده است لذا تصویب تحریم های سختتر موضع آمریکا در مذاکرات را تقویت خواهد کرد. شهلا رسته صدای آمریکا واشنگتن